خب سلام، امروز جلسه سوم آموزش گیتار پاپمون هست. میخوایم بریم امروز چند تا آکورد یاد بگیریم و روش تمرین برای راحت تر تعویض کردن آکورد ها و اجرای ریتم رو یاد بگیریم. بلافاصله بریم شروع بکنیم با آکورد می مینور، ساده ترین آکوردی که توی گیتار هست که به صورت دو انگشتی گرفته میشه. می مینور هست، ای ام نوشته میشه، عکسش روی صفحه میاد، شما میتونید اسکرین شات بکنید این رو. بریم آکورد رو بگیریم. سیم پنجم فرت دوم با انگشت دوم و سیم چهارم فرت دوم با انگشت سوم صدای آکورد رو بشنویم. خب بریم سراغ آکورد بعدیمون. آکورد بعدی که ما میخوایم بگیریم آکورد سی ماژور هفت هستش. بی هفت نوشته میشه. این آکورد جز آکوردهای بسیار بسیار پرطرفداریه توی موسیقی پاپ که بریم به ترتیب یاد بگیریم. میشه گفت که تقریبا پیچیده ترین نوع آکوردی که وجود داره توی آکوردهای اولیه گیتار همین آکورد سی ماژور هفت هست. عکسش روی صفحه اومده، شما میتونید اسکرین شاتش بکنید. و به ترتیب انگشت یکتون سیم چهار فرت اول هستش، انگشت دوتون سیم پنج فرت دوم، انگشت سهتون سیم سه فرت دوم و انگشت یکتون انگشت ببخشید چهارتون سیم یک فرت دوم هستش و صدای این آکورد رو گوش میکنیم. خب بریم سراغ قسمت بعدیمون. امروز ما میخوایم چند تا روش اجرا داشته باشیم برای اینی که بتونیم خیلی راحت‌تر آکوردها رو تعویض بکنیم، ریتم ها رو راحت‌تر بزنیم. برای ریتم سه چهارممون سه تا آکورد در نظر گرفته شده که به صورت سیکل پشت سر هم اجرا میشه. اولین آکوردی که هست آکورد لا مینور هست، بعد آکورد ری مینور هست و بعد آکورد می ماژور هست. به ترتیب این سه تا آکورد رو ما پشت هم میگیریم و ریتم سه چهارم اجرا میکنیم. بریم این اجرا رو با هم دیگه ببینیمش. این سیکل رو که یک بار اجرا میکنید باید دوباره پیاپی پشت سر هم همینجوری اجراش بکنید تا سرعت تعویضتون بهتر بشه. یک نواختی در اجرای ریتم بسیار بسیار مهم هست. من یک بار دیگه براتون اجراش میکنم. بریم سراغ روش اجرا برای ریتم بعدیمون که ریتم دو چهارم هستش. برای روش اجرایی که توی ریتم دو چهارم داریم، اولین آکوردی که توی این سیکل در نظر گرفته شده آکورد سول ماژور هست، آکورد دو ماژور هست و آکورد ر ماژور هست. جی سی دی و بریم شروع بکنیم به اجرا کردن. این هم یک مجموعه ستایی سیکل هست، شما همین رو در گردش باید اجرا بکنید. بریم برای شروع کردن. این مجموعه سه آکوردی سول ماژور، دو ماژور، ر ماژور رو با ریتم دو چهارم روی هر آکورد باید چهار بار ریتم دو چهارم رو اجرا بکنید. یک دو سه چهار چنج، یک دو سه چهار بعدی، یک دو سه چهار. بریم سراغ روش تمرین بعدیمون. روش تمرین بعدی که ما داریم برای آرپش هستش. آرپش توی موسیقی پاپ بسیار بسیار کارآمد هست و ما باید روی آرپش ها بسیار دقت زیادی داشته باشیم که اجرای درستی رو داشته باشیم. برای
آرپژمون اولین آکوردی که داریم می ماژور هست، دومی لا مینور هست و سومی ر مینور هست. پس می ماژور، لا مینور، ر مینور. به ترتیب آرپژی که توی جلسه قبل یاد گرفتیم پی آی ام ای ام آی، با آکورد می ماژور با سیم 6 شروع میکنیم، آکورد لا مینور با سیم 5 و آکورد ر مینور با سیم 4 و دوباره روش اجرا برای آرپژ. به خاطر اینکه ما گیتار پاپ داریم آموزش بدیم و هدفمون پاپ هست، در بخش آموزش گیتار پاپ یه جور آواز هم برای خود نوازنده هست، یعنی ساز و آواز هست، بریم مقدمات این رو هم در نظر بگیریم که از کجا باید شروع بشه. اولین روشی که وجود داره واسه اینکه صدای آکوردها با گوشتون آشنا بشه و شما بتونید این صداها رو تولید بکنید، باید با خود آکوردها فرکانس گیری بکنید. مثال، آکورد رو میگیرید و اسم آکورد رو با صدای هم فرکانستون باید بگید. مثلا لا مینو می ماژو توی این روش از فرکانس گیری شما آکورد رو میگیرید، صدای آکورد رو در میارید و خودتون هم صدا رو تولید میکنید همزمان با صدای سازتون، که رفته رفته صدای هارمونیا با گوشتون آشنا بشه و شما بتونید در آینده آواز و ملودی رو روی این آکوردها اجرا بکنید. امیدوارم که براتون کلاس خیلی خوبی بوده باشه. تمرین کنید، از جلسه اول دوباره با دقت تمرین بکنید و سوالی اگر براتون پیش اومد میتونید برای من کامنت بذارید که من جوابتون رو بدم. موفق باشید.